دست کم ششتن در جاکارتا در پی وقوع چندین انفجار و تیراندازی های متعاقب پلیس جان خود را از دست دادند تصاویر تلویزیونی نشان میدهند که شمار زیادی نیز به شدت زخمی شدند این انفجارها روز پنجشنبه 24 م دی از جمله در یک کافه در مرکز خرید سارینا در مرکز شهر رخ دادند در نزدیکی این مرکز خرید یک پاسگاه پلیس چندین هتل چندین سفارتخانه از جمله سفارت فرانسه و شمار زیادی دفاتر کاری واقع شده است مقر سازمان ملل در جاکارتا نیز در نزدیکی محل حادثه قرار دارد هنوز مشخص نیست که دقیقا چند انفجار به وقوع پیوسته است اما گفته می شود دست کم سه بمب منفجر شدند خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک شاهد عینی نوشته است که دست کم سه عامل انتحاری خود را در کافه منفجر کردند به گزارش رویترز این کافه یکی از شعبات کافه های زنجیره استارباکس بوده است به گزارش شبکه های تلویزیونی تیراندازی های شدیدی میان چندین مهاجم مسلح با نیروهای پلیس رخ داده است ساعتی پس از وقوع انفجار و تیراندازی یکی از منابع پلیس اعلام کرد که به نظر می رسد که این عملیات توسط 14 عضو سازمان های اسلام گرا به اجرا گذاشته شده است یکی از این افراد عامل انفجار انتحاری بود که پیش از آغاز تیراندازی مهاجمان به وقوع پیوست در عین حال رئیس جمهوری اندونزی در سخنانی ضمن دعوت از مردم به حفظ آرامش اطمینان داد که مأموران پلیس به سرعت امنیت را در پایتخت برقرار خواهند ساخت اما نباید در مورد عاملان این حملات به گمان زنی پرداخت وی افزوده است که اقدامات تروریستی نمیتواند مانع از پیشرفت و تداوم دموکراسی در کشورش شود برخی از منابع خبری گفتند که مهاجمان با گروه دولت اسلامی داعش مرتبط بودند پیش از عملیات روز پنجشنبه گروههای اسلامگرا هشدار داده بودند که به زودی اندونزی را به مرکز توجه جهانیان تبدیل خواهند کرد این هشدار باعث تشویش در اندونزی شده و مأموران امنیتی به حالت آماده باش درآمده بودند پلیس همچنین در صدد یافتن شخصی به نام سانتوسو بوده است که از او با عنوان رهبر گروههای اسلامگرا و از حامیان اصلی داعش در اندونزی نام برده می شود آخرین مورد از عملیات اسلامگرایان علیه اماکن غیردولتی در اندونزی در سال 2009 میلادی روی داد که مهاجمان به دو هتل مجلل حمله کردند از آن پس هدف حملات آنان عمدتا مراکز و مأموران امنیتی بودند بین سالهای 2000 تا 2009 میلادی این کشور هدف حملات مکرر گروه های اسلامگرا بود که در خونینترین این حملات مراکز توریستی جزیره تفریحی بالی هدف قرار گرفتند و دویست و دو کشته بر جای ماند. بسیاری از قربانیان این حمله از جهانگردان خارجی بودند. در آخرین گزارش از محل سخنگوی پلیس و رویترز گفته است که چهار تن از مهاجمان در درگیری با معموران کشته شدند و پلیس توانسته است امنیت را در محل درگیری برقرار کند به گفته ی وی مهاجمان وارد ساختمان یک سینما شده و در آن موضع گرفته بودند اما پلیس ساختمان را به طور کامل پاکسازی کرده است کافه استارباکس که هدف حمله مهاجمان قرار گرفته بود در همین ساختمان قرار دارد اندونزی دویست ده میلیون نفر جمعیت دارد که در میان کشورهای اسلامی پر جمعیت ترین به شمار می رود. در این حال میلیون ها نفر از شهروندان آن کشور عضو سازمان های اسلامی محمدیه و نهزت العلماء هستند. کاخ کرملین روسیه اعلام کرده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور و همتای آمریکایی او در تماسی تلفنی خواستار کاهش تنش میان ایران و عربستان سعودی شدند. بنابر بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 23 دی ماه صادر شده، رهبران آمریکا و روسیه همچنین در مورد اوکراین پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه و اوضاع شبه جزیره کره گفتگو کردند. خبرگزاری روسی اسپاتنیک روز چهارشنبه 23 دی گفت مکالمه تلفنی ایده ای از طرف واشنگتن بوده و روز سه شنبه انجام شده است به گزارش شبکه خبری راشاتودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی خود بار دیگر بر لزوم شکلگیری ائتلافی فراگیر برای مقابله با حکومت اسلامی و نیز دیگر گروه های تروریستی فعال در سوریه تاکید کرده است بحران اخیر در روابط ایران و عربستان سعودی که در گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهوری بر کاهش آن تاکید شده در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران شکل گرفته است تا کنون چند کشور برای میانجیگری میان تهران و ریاض اعلام آمادگی کرده و گروهی از رهبران جهان خواستار کاهش تنش ها شدند قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به زودی با عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و در مورد بحران دیپلماتیک میان ایران و عربستان گفتگو کند این تلاشها در حالی صورت میگیرد که وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 23 دی در پاسخ به موضع گیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان در زمینه حقوق بشر را به تمسخر گرفته بود در پیامی در توییتر نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است اظهار نظرهای تنامیز محمد جواد زریف و شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در شبکه توییتر نشان دهنده تنش در روابط دو کشور است که در زمینه اقتصادی مناسبات گسترده‌ای دارند ولی به لحاظ سیاسی روابط خوبی ندارند. به دنبال بروز تنش در مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی که پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به سفارت این کشور در تهران روی داد، دولت امارات متحده عربی با قاطعیت از ریاض حمایت کرده است. پس از آن حوادث، عربستان مناسبات خود را با ایران قطع کرد و امارات متحده عربی نیز روابطش را با ایران تنزل داد. روز یکشنبه محمد جواد ظریف در سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز با عنوان افرادگرایی بیمهار عربستان سعودی ضمن انتقاد شدید از عملکرد ریاض در زمینه حقوق بشر آن کشور را به حمایت از افرادگرایی و تشدید خصومت مذهبی متهم کرد شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در واکنش به مقاله وزیر خارجه ایران در یک پیام عربی روی شبکه توییتر خطاب به دونی میلیون دنبال کننده حساب کاربریش نوشت وقتی مقاله نیویورک تایمز را خواندم فکر کردم که نویسنده آن وزیر خارجه یک کشور منطقه اسکاندیناوی است وزیر خارجه ی ایران در این پیام مستقیما از امارات متحده عربی نام نبرد ولی به اعتقاد کارشناسان منظور آقای ظریف وزیر خارجه ی امارات متحده عربی بوده است محمد حسین نجابت معاون فرهنگی سپاه پاسداران با انتقاد از وزارت کشور ایران درباره تایید صلاحیت ها مدعی شده که هیئت های اجرایی وظایفشان را درست انجام ندادند. بررسی صلاحیت حق و ناس است یعنی اگر کسی که صلاحیت ندارد اگر تایید شود حق مردم ضایع شده است. وی افزوده وظیفه هیئت اجرایی تشخیص صلاحیت ها به کمک استعلام از پنج دستگاه مرجع است که پس از استعلام ها نتیجه گیری می کنند اما شاهد بودیم که هیئت‌های های اجرایی به استعلام های گرفته شده عمل نکردند. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه نتیجه ی عدم انجام درست وظیفه هیات های اجرایی را سخت شدن کار شورای نگهبان دانسته و تصریح کرده حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیات های اجرایی را جبران کند و قطعا افراد زیادی ریزش پیدا می کنند. آقای نجابت گفته فشار به شورای نگهبان با دو هدف دنبال می شود. اول اینکه شورای نگهبان دوباره اجازه دهد که هر فتنگر و جاسوس وارد مجلس شوند و هدف دیگری است که برخی می پس از رد صلاحیت شدن بگویند شورای نگهبان بیش از اندازه مزیق ایجاد کرده است. اما شورای نگهبان نشان داده طبق مر قانون به وظیفه خود عمل می کند. آقای نجابت در جواب کسانی که میگویند باید اصل بر براعت باشد گفت اصل بر براعت یعنی اینکه کسی که در خیابان می رود کسی با او کاری ندارد اما کسی که میخواهد نماینده مجلس شود و اصاره یک ملت باشد باید صلاحیتش به تایید برسد. همزمان ابراهیم یزدی دبیر کل نهزت آزادی ایران در نامه‌ای خطاب به وزارت کشور به رد صلاحیت قفار فرزدی و هادی هادی زاده دوز و شورای مرکزی این حزب در دهمین ده دوره انتخابات مجلس اعتراض کرد. حیعت های اجرایی وزارت کشور این دو استاد دانشگاه را به دلیل عضویت در نهزت آزادی رد صلاحیت کردند. به گزارش سایت میزان نیوز سه نفر از نیروهای ملی مذهبی به نامهای محمد حسین قفارزاده علی فرید یحیایی و حمید کریم حدیسی نیز در شهرهای تبریز و لاهیجان رد صلاحیت شدند همزمان پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای اعلام کرده است صفحه ای برای انتشار مطالب درباره انتخابات با عنوان تا انتخابات راه کرده است. در خبری دیگر محمد علی انصاری سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی خبر منتشر شده در برخی سایت ها درباره برگزاری میهمانی در کاشانک با حضور سید حسن خمینی و سفیر فرانسه در تهران را تکذیب کرد. آقای انصاری گفت جریان مشکوک علیه بیت امام که به شدت رو به فزونی می رود چه بسا استقلال و تمامیت کشور را نیز نشاره رفته است که باید نهادهای صادق امنیت و اطلاعات کشور با عاملان آن برخورد کنند. برون فوشه سفیر کنونی فرانسه در تهران که از سال 2011 تا کنون سفیر فرانسه در تهران است از ابتدای ماه فوریه ریاست انستیتیو فرانسه را نیز بر عهده خواهد داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ایران قلب راکتور عراق را از جای خود خارج کرده است. خارج کردن قلب این راکتور در روزهای اخیر محل مناقشه میان مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده است. به روز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سهشنبه گفته بود که کار خارج کردن قلب راکتور عراق و به ریزی آن در یکی دو روز آینده تکمیل می شود. ولی جانکری روز چهارشنبه 23 دیماه در دانشگاه دفاع ملی آمریکا گفت که این کار همکنون انجام شده است. وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که کار بتونریزی ریزی منافذ این راکتور ظرف ساعات آینده آغاز خواهد شد. همزمان حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک که به منظور انجام مذاکرات در آستانه اجرایی شدن برجام در وین به سر میبرد در صفحه اینستاگرام خود نوشت در خصوص آخرین مباحث لغو تحریم ها به ایستگاه آخر مذاکرات در وین رسیده ایم و آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام هستیم. عباس اراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز اصر روز چهارشنبه 23 دیماه از انتشار گزارش آژانس در تایید تعهدات ایران در اجرای برجام در روز جمعه خبر و گفت شنبه یا یک شنبه بیانیه مشترک ظریف و مگرینی برای اعلام زمان اجرای برجام صادر خواهد شد همزمان مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری خواه است طرحی را تصویب کرده که نظارت بر توافق بین المللی با ایران برای مهار برنامه هسته ای این کشور را افزایش می دهد. این طرح که قانون شفافیت تأمین مالی تروریسم ایران نامگذاری شده روز چهارشنبه با 191 رای در مقابل 106 رای تصویب شد. مقام های کاخ سفید استدلال کردند که این طرح می تواند باعث شکست توافق اتمی شود و گفتند که اگر طرحی مشابه در سنا هم تصویب و برای رئیس جمهور فرستاده شود وتو خواهد شد جمهوری خواهان موفق نشدند طرح مذکور را با حد نصاب لازم تصویب کنند با این حال رهبران جمهوری خواه این مجلس گفتند طرح ممکن است بار دیگر در روز 26 ژانویه به رأی گذاشته شود میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا روز سهشنبه گفته بود که سنا طرحی را برای مهار برنامه موشک ایران در نظر خواهد گرفت اما ارتباط چنین طرحی با آنچه روز چهارشنبه تصویب شد معلوم نیست بر اساس این مصوبه امکان حذف اشخاص و مؤسسات مالی خارجی از فهرست تحریم های وزارت دارایی علیه ایران وجود نخواهد داشت مگر آنکه رئیس جمهور با ارائه مدارک مستند عدم مشارکت آنها در برنامه موشک های بالستیک یا فعالیت های تروریستی ایران را ثابت کند ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد می کند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی خواستار تشدید تحریم های ایران به خاطر این آزمایش ها و همچنین امتناع تهران از آزادی آمریکاییان ایرانی تبار است. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در جریان مذاکرات روز چهارشنبه درباره طرح گفت وقتی حالا ایران این گونه رفتار می کند ظرف چند روز دیگر هنگامی که دستانش پر از پول می شود قرار است شاهد چه اقدامات دیگری از سوی سپاه پاسداران باشیم. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر عذرخواهی آمریکا به خاطر ورود شناورهای این کشور به آبهای ایران اعلام کرده تهران چنین درخواستی نداشته است و ما هم نکرده نکردهایم آقای بایدن روز چهارشنبه 23 دیما در گفتگو با شبکه سی بی اس در رابطه با مسئله بازداشت و سپس آزادی تفنگداران داران دریایی آمریکا در آبهای ایران گفت دلیلی برای عذرخواهی وجود ندارد این فقط یک تمرین دریایی استاندارد بود اوایل روز چهارشنبه بیست سوم دی در بیانیه سپاه پاسداران و در صحبتهای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه عنوان شده بود که ده تفنگدار آمریکایی پس از عذرخواهی مقامات این کشور از سوی ایران آزاد شدند اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با تایید آزادی این ده ملبان آمریکایی از این اقدام ایران استقبال کرد آقای کارتر با انتشار بیانیه‌ای در این باره همچنین مراتب قدردانی خود را از جانکری وزیر خارجه آمریکا به خاطر تعاملات دیپلماتیکی که در این خصوص داشته ابراز کرده است جانکری وزیر امور خارجه آمریکا هم در بیانیه ای از ایران به خاطر همکاری در حل دیپلماتیک بازداشت تفنگداران دریایی این کشور تشکر و در بیانیه ای اعلام کرد که حل صلح آمیز و موثر این مسئله نشانه ای از نقشافرینی حساس دیپلماسی در امن و ایمن نگه داشتن کشورهای است. آقای کریس شب شب و لحظاتی پس از توقیف شناورهای آمریکایی در نزدیکی جزیره فارسی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفتگو بو کرده بود. دنیس مکدونا از مسئولان کاخ سفید روز چهارشنبه 23 دی اعلام کرد که نقش خطوط دیپلماتیک ایجاد شده در جریان مذاکرات هسته‌ای در روند حل مسئله مربوط به این نظامیان بسیار مهم بوده است ده مربان آمریکایی همراه با دو قایق نیروی دریایی این کشور روز سهشنبه از سوی نیروهای ایرانی در خلیج فارس بازداشت شدند سخنگوی پنتاگون گفته بود که این قایقها بین کویت و بهرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شد در همین حال تلویزیون دولتی ایران گزارشی از یکی از ملبانان بازداشت شده آمریکایی پخش کرده که در آن یک نظامی آمریکایی به خاطر اشتباه فنی رخداد اوسخاهی کرده و از رفتار نیروهای ایرانی با بازداشت شدگان ابراز رضایت کرده است همزمان وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد گروهی از سربازان مأموریت‌های ویژه آن ای کشور با هدف همکاری با ارتش عراق برای مقابله با نفرات و رهبران گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق مستقر شدند. پنتاگون خبر اعزام نیروهای نظامی تازه را در آذرماه امسال اعلام کرده بود. همزمان اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور تایید کرده بود نیروی مأموریت‌های ویژه اقدامات خود را هماهنگ با دولت عراق انجام داده و به نیروهای دولتی و پیشمرگه های کرد در آن کشور کمک خواهد کرد آقای کارتر تایید کرده این مستشاران نظامی اکنون در محل هستند و خود را برای همکاری با اراقی ها برای آنکه سراغ نفرات و فرماندهان داعش بروند آماده می کنند شمار این افراد چیزی در حدود دویست نفر است این اقدام تازه ترین اقدام دولت ایالات متحده در نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی به شمار می رود. علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ایران در یک نشست در خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که با آغاز دهه 90 بار دیگر ایران شاهد رشد نسبی موالید بوده است. شهلا کازمی پور جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم در این نشست با اشاره به رشد جمعیتی ایران در سالهای گذشته از سالخوردگی جمعیت ایران ابراز نگرانی کرده و گفت که ایران تا 20 سال آینده 14 تا 15 میلیون سال خورده خواهد داشت. به گفته آقای محزون همینک 33 ممیز 3 درصد خانواده های ایرانی حد اکثر یک فرزند دارند در حالی که در نسل قبل 79 درصد جمعیت حداقل سه فرزند داشته است. به گفته ای او در نسل جدید 82 درصد از خانواده ها دو فرزند دارند. پیش از این هم مرکز آمار ایران جمعیت کشور را بیش از 77 میلیون و 366 هزار نفر اعلام و تأکید کرده بود که نرخ منفی رشد جمعیت در ایران همچنان ادامه دارد. این مرکز همچنین تصریح کرده که جمعیت ایران در سالهای آتی در روند پیری گام خواهد گذاشت. کازمی پور معتقد است سالخوردگی جمعیت ایران اجتناب ناپذیر بوده و حتی پیش بینی کرده که تا 20 سال آینده به تدریج مهد کودک ها تبدیل به خانه سالمندان خواهند شد. او با توجه به افزایش سالمندان در سالهای آینده نسبت به سیستم تأمین اجتماعی و بیمه همگانی این افراد اشاره کرده و هشدار داده که این جمعیت نسبتاً بالا بعد از بازنشستگی به زیر خط فقر خواهند رسید. با ادامه این روند جمعیت ایران در سال 1415 به 84.5 میلیون میرسد. محمد جواد محمودی عضو هیئت علمی وزارت علوم هم در این نشست تاکید کرد که بخش زیادی از افزایش تعداد تولدها در سالهای جاری به خاطر فرزند آوری متولدین دهه پنجاه و شست بوده و نمیتوان افزایش تولدهای سالهای اخیر را صرفاً به سیاستهای جمعیتی جدید مرتبط دانست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش سیاستهای فرزند آوری در ایران را اشتباه خوانده بود و خواستار فرزند آوری بیشتر ایران برای رسیدن جمعیت این کشور به حدود دویست میلیون نفر شده بود. سیاست های کلی فرزندآوری چندی بعد توسط دولت و مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شد اما اغلب کارشناسان ایرانی این سیاستها را ناکارآمد ارزیابی کردند. آقای محزون با اشاره به سیاست های جدید جمعیتی تصریح کرد هنوز نه سیاستی ارائه شده و نه برنامه ای اجرا شده است اما شاهد ترمیم خانواده هستیم چرا که خانواده ها برای ادامه نسل و برای پایداری خانواده خود هستند. محمودی با تاکید بر اینکه با شعار نمیتوان انتظار افزایش فرزند آوری داشت گفته که سیاست های افزایش باربری تدوین شده است ولی هنوز عملیاتی نشده است. میانگین ازدواج در کشور در مجموع حدود سه ممیز چهار درصد کاهش داشته است و آمار طلاق در همین مدت چهار ممیز دو درصد افزایش را نشان میدهد. به گفته یه مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ایران، بیشترین طلاق در زنان در سال جاری و سال گذشته در رده سنی 25 تا 29 سال بوده و در میان زنان تغییری در میانگین سنی وجود نداشته است. همچنین امسال بیشترین ازدواج در زنان در رده سنی 20 تا 24 سال و در مردان در سنین 25 تا 29 سال بوده است. محسون همچنین به روند کاهشی ازدواج ها از سال 90 در کشور اشاره کرد و گفت که مسئله مهم در کاهش نرخ باروری رشد منفی مستمر ازدواج ها بوده است. اومی میافزاید روند ازدواج ها تا سال 89 مثبت بوده و حتی در این سال به دو دهم درصد رسیده بوده اما پس از آن با رشد منفی روبرو شده است همینه کارشناسان از ساختار سنی جمعیت و تاخیر در ازدواج ها به عنوان دو عامل اصلی در رشد جمعیتی نام میبرند. در حمله ای به یک مرکز پلیس در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه دست کم پنج نفر کشته و سی و نفر زخمی شدند بنابر گزارش ها یک خودروی بمبگذاری شده روز پنجشنبه 24 دی در ورودی یکی از مراکز پلیس در منطقه چنار منفجر شده است روزنامه گاردیان گفته دست کم یک زن و یک کودک در میان کشته شدگان هستند شدت انفجار بمب به حدی بوده که آسیب زیادی به دیوار خارجی ساختمان وارد شده است به گزارش خبرگزاری دوغان مهاجمان پس از انفجار دست به تیراندازی و پرتاب راکت از راه دور زدند بنابر گزارش ها چند کودک نیز در میان زخمی شدگان هستند مقام های استان دیاربک در بیانیه ای گفتند حزب کارگران کردستان پکاکا این حمله را انجام داده است دو نفر در انفجار خودروی بمبگذاری شده کشته شدند و سه نفر دیگر در پی خراب شدن ساختمان و در زیر آوار جان خود را از دست دادند. حملاتی با راکت نیز به یک ایستگاه پلیس در شهر مدیات در استان ماردین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است اما ظاهرا این حملات قربانی بر جای نگذاشته است هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است نیروهای امنیتی ترکیه در پی حمله انتحاری روز سهشنبه 22 دی هشت نفر را که زن عضویت آنها در گروه داعش می رود بازداشت کردند به گفته مقامات ترکیه شانزده مزنونی که در آنکارا بازداشت شدند مقدمات حمله ای را در پایتخت ترکیه فراهم می آوردند. همچنین 21 نفری هم که در شهر شانلی اورفه بازداشت شدند در حال برنامه ریزی برای حمله ای دیگر بودند ترکیه در حال حاضر درگیر نبردهایی با اعضای پکاکا حزب کارگران کردستان است که چندی پیش به آتش بس خود با نیروهای دولتی خاتمه دادند. مقامات امنیتی ترکیه گفتن پس از حمله انتحاری در استانبول که منجر به کشته شدن 11 شهروند خارجی و زخمی شدن 15 نفر دیگه شده عملیات گسترده‌ای رو برای دستگیری اعضای هوادار داعش در شهرهای مختلف ترکیه آغاز کردن در این رشته عملیات ها گفته شده 62 عضو داعش دستگیر شدن که برخی از اونها شهروندان کشورهای دیگه از جمله روسیه و چچن بودن این عملیات ها در شهرهای مختلفی چون استانبول، آنتالیا، آنکارا، شانلی و شهر مرزی کلیس صورت گرفته. در شهر آنتالیا منابع خبری ترکیه از دستگیری سه شهروند روسی خبر دادن که به گفته آنها فعالیت های لوجستیکی رو در حمایت از داعش انجام میدادند. در شهر آنکارا پایتخت ترکیه هم 16 نفر در این ارتباط دستگیر شدند که 15 نفر از دستگیر شدگان از شهروندان سوریه هستند و یک شهروند ترک هم در میان دستگیر شدگان دیده میشه در شانلی اورفا هم 21 نفر که گفته شده مرتبط با داعش بودند دستگیر شدند اما از آنجا که بیشتر قربانیان این حمله تروریستی از شهروندان آلمانی بودند در طی دو روز گذشته هم رجب طیب ارغان رئیس جمهور ترکیه و هم آقای داوود اغلو نخست وزیر این کشور در این رابطه با آنگلا مرکر صدر آلمان تماس تلفنی داشتند علاوه بر اینکه ترکیه از بابت این موضوع مراتب تاسف و تسلیت خودش رو به صدر اعظم آلمان ابراز کرده دو کشور برای جلوگیری از وقوع حملات مشابه بر گسترش همکاری امنیتی تأکید کردند. روز گذشته هم افغان علا وزیر کشور ترکیه در دیدار با همتای آلمانی خودش اعلام کرده که اگرچه فردی که حمله انتحاری رو انجام داده کشته شده اما مقامات امنیتی این کشور یک نفر دیگه رو در این ارتباط بازداشت کردن هرچند اطلاعات بیشتری از هویت فرد بازداشت شده منتشر نشده اما خب مقامات ترکیه پس از وقوع این حادثه اعلام کرده بودند که فرد انتحاری یک شهروند سوری بوده که همین اخیرا به همراه چند نفر دیگه به ترکیه اومده بودند و تقاضای پناهندگی داده بودن و اثر انگشت اونها رو در اختیار دارن افغان الا همینطور تعداد کشته شدگان رو 11 نفر اعلام کرده که اغلب اونها همونطور که اشاره کردم آلمانی بودن با این هم اگرچه این حمله تروریستی مشخصا در قلب گردشگری شهر استانبول یعنی محله یا صوفیه اتفاق افتاده و خب تاثیر منفی اون میتونه بر روی صنعت گردشگری ترکیه زیاد باشه به ویژه که شهروندان آلمانی در ردیف نخستین بازدید کنندگان از کشور ترکیه هستن اما هنوز مقامات آلمانی شهروندان خودشون رو از سفر به ترکیه من نکردم ولی خب حال تا حدود زیادی نگرانی ها هنوز پا بر جا هستش بر روی آمارها امسال حکایت از آن داره که ترکیه یک رشد منفی رو نسبت به سال گذشته در حوزه گردشگری داشته و اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه بیشترین آسیب رو صنعت گردشگری ترکیه از این بابت خواهد دید که تقریبا 12 درصد درآمد ملی این کشور از این راه هستش